سلام و عرض احترام من مهدی آقا زمانی رو بپذیرید در این برنامه زمان انتخاب. اگر اون رو برای تماشا انتخاب کردید و خصوصا اگر در سرزمین مادریمون ایران سرافراز زندگی میکنید، ایرانی که برای پاسداری از مرزهای او در طول هزارها و قرنهای متمادی بسیار مردان و زنان غیور و دلاور دل به دریای دشمن زدند و از پاره پاره و وجب به وجب خاک ایران دفاع کردند. در میان بسیاری از کسانی که برای ایران جانفشانی کرده اند میشه قهرمانهای رافت که از اونها هیچ نام و یادی به جا نمونده، اما همه اونها بی هیچ تردیدی آرشان کمانگیری بودند که روزی روزگاری از فراز البرز کوه عاطفه و عشق و امیدشون به بقای ایران برخواستند، تیر در چله کمان در مقابل کجیها گذاشتند و تا آن سوی میان رودان زندگی و بود و نبود دشمن از مرزهای ایران با چله چکانی دفاع کردند. تاریخ ایران سرشار از مردانی است که نه در اسطوره بلکه در حقیقت زیستند و شاید یکی از سرسلسله پاسداران ایران و کسی که میشه به او لقب نخستین پاسدار مرز و بوم ایرانی رو داد آریوبرزند باشه، سردار هخامنشی که در مقابل سپاهیان اسکندر جانفشانی کرد و چنان رشادتی از خود به جا گذاشت که ایرانیان و یونانیان در میثاقشون درباره وطن پرستی او رو تبدیل به الگو و مثل کرد. مجموع برنامه های ابرمردان تاریخ ایران که به اتفاق آقای دکتر ناصر انقطاع از این رسانه تا به امروز به میزبانی من افتخار اینو داشتیم که تقدیم شما کنیم، حالا قطارش در ایستگاه این پاسدار حقیقی ایران ایستاده. بد نیست من چند بار از واژه پاسدار استفاده کردم. این روزها در کشور ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و چقدر متفاوتند پاسداران انقلاب اسلامی با پاسداران ایران. پاسدار ایران کسی است مانند آرش کمانگیر، کسی است در اسطوره ها و در حقیقت تاریخ کسی است مانند آریوبرزند، از جانش میگذرد تا خاک وطنش رو هرگز تسلیم دشمن نکنه. اما پاسداران امروز، پاسداران انقلاب اسلامی، سپاهیان امروز وظیفه‌شون سرکوب مردم و غارت دارایی و منافع ملی ایرانه. بیشتر و بهتر با دکتر ناصر انقطاع از زندگی پاسدار راستین ایران آریوبرزند خواهیم دانست. در این برنامه ما رو همراهی کنید. خوش آمدید آقای دکتر. خوش آمدید. درود بر شما دکتر جان، آقا زمانی، سرور و همراه ارجمند من. امیدوارم تندرست و شادکام باشید و با درود به یکایک بینندگان تلویزیون اندیشه. بسیار عالی. خب آقای دکتر، آریوبرزند پاسدار ایرانه، یعنی واقعا مفهوم کلمه پاسدار رو میشه در وجودش دید. ده. خیلی خوبه که ما این واژه رو معنا کنیم برای مردم، واژه پاسدار رو معنا کنیم. چون شما لغت رو گفتید دیگه من نخواستم جسارت کنم دنبال بگیرم، حالا چون پیشنهاد میکنید میگم. واژه پاسدار از دو بخش پاس و داشتن، یعنی فعل داشتن با لغت پاس جمع میشه و اسم فاعل میسازه. پاسدار یعنی احترام نگهدار، چون پاس یعنی احترام، پاسدار یعنی احترام به چیزی رو نگرده. ما پاس شما رو میداریم، یعنی احترام شما رو داریم. در حقیقت احترام عربی فارسی شده پاس. این لغت بسیار ارزشمنده. به این سادگی هام به کسی نمیتونه اطلاق شد. متاسفانه در رژیم کنونی بسیاری از مفهوم لغات عوض شده، یعنی خیلی عذر میخوام، لغت رو کثیف کردن. اولین باری که اومدن بگن که اینا رو اسمشون بذارن چی بذارن، گذاشتن پاسدارا، پاسداران انقلاب اسلامی. خب اون آغاز کار بود، مردم گرم بودن، نمیدونستن چی بر سرشون اومده، خب لغت رو پذیرفتن. بعد من نمیخوام در برنامه خودمون که برنامه سنگین تاریخیه برنامه رو تخورده تندش کنم، ولی
این لغت رو نجس کردم، این لغت رو کثیف کردم. چقدر جالب، من چند بار اومد تو دهنم وقتی شما گفتین کثیف از واژه نجاست استفاده کنم. بله منم همین دلم نمیخواست به همین عذرخواهی کردم. میدونید هر واژه یه باری داره، بار داره، بار کلمه باری نجاست رو دقیقاً اینجا منتقل میکنه. بله. این وقتی که خون جوانهای کشورمون رو تو خیابونهای وطن میریزن، وقتی که قتل و غارت میکنن، وقتی که شهروندان دو تابعیتی رو وقتی ورود به ایران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت میکنه، وقتی اموال مردم رو غارت میکنن، وقتی دارایی های ملی رو به یغما میبرن، وقتی از تاراج و غارت به سان مغولها برای وطن هیچی کم نمیگذارن، فکر نمی‌کنم واژه کثیف براشون کفایت کنه. از اینا بگذاریم، این سپاه پاسداران یک گروه و شبکه‌ای درست کرده به نام شبکه شکایت. یعنی هر کسی در هر مقامی یه چیزی به که به تریج قبای آقای خامنه‌ای یا ایکس و ایگره یا طالقانی یا غیره طالقانی که نمون لاریجانی و غیره بر بخوره، اینا حمله می‌کنن، این گروه میره شکایت میکنه. دادستان رو یقه یارو رو میگیره. آقا شما فکر نماینده مجلس، نماینده مجلس آقای مرتضوی دارای مسئولیت حقشه بیاد از هر کسی ایراد بگیره، تو افتاده دادستان که ایراد گفت آقا این تو نماینده گفت سپاه ازت شکایت کرده. خب نه واقعا پاس میدارن دیگه، کودتا اصلا. اون وقت این من وقتی نگاه میکنم کار به مسخره کشیده، اینقدر اینا از خودشون بیخبرن، یعنی اینقدر در دنیای بنگ دارن زندگی میکنن که میگه یکی از اینا میگه که اینا 4-5 تا نام، اون آقای نقوی و نمیدونم آقای فلان و فلان، اینا سردارایی که معلومه قبلا شتیلی گیر و کجا بودن، اینا میگه آمریکا دخالت بکنه و استخوانهاشو خورد میکنه. آره شما لغت رو ببینید، اون یکی میگه اگر امریکا بخواد چیز کنه ناامنی رو به درون امریکا میکشونیم و ملت امریکا رو از دست اینا راحت میکنیم. آخه یه مسائلی میگه اصلا به تجسم آدم، تخیل آدم نمیکنه. اینا نشون میده که اینا چقدر پرتن. ولی خب برای نمیدونم. البته آقای انقطاع حالا به بحث امشب هم ربط نداره، ولی میگن سپاهیان عرب وقتی به جنگ میرفتن رجزخانی بخش از جنگ میرفتن و رجز میخوندن. رجز هم با این همه مرز داره، این مرز نداره. من اسم اینا رو گذاشتم، بازم میگم نمیخوام به این لغت ها برسم. سگای پاچگیر رژی، اینا کارشون پاچگیریه، یعنی کاری ندارن طرف چی میگه، میگم پاچه بگیر و این کاری میکنن. خب این نشون بده تا چه وقت آسی کردن مردمو. یعنی الان واقعا صدای اعتراض مردم بلند شده. درسته. دیگه مثل سابق مرد نداره. آقای دکتر ملکی میگه آقا جان اینا رفتنی هن، نه دی فردا برند به دیر، به زودی شما همه زنده هستید میبینید اینا میرن. یا اون آقای محمد نوریزاد میگه آقای خامنه ای شما که از این آقای محمد سعید طوسی که عمل جنسی لواط کثیف رو داره انجام میده، اونم با بچه های معصوم دفاع داری میکنی، دستور میدی به دادستان پرونده رو ببنده، پس ما به خودت هم مشکوکیم. یعنی تو هم تو این فعلی، یعنی به خامنه ای داره اینه میگه. نرست. یعنی کسی که خودشو رهبر میدونسته، فلان رهبر عالم اسلام، یا آقای نوریزاد میگه آقای خامنه ای شما پدرتون 50 سال قبل در نجف بوده و این تبعه اونجاست، اصلا شما اصلا ایرانی نیستی. خب طبیعی هم هست یه وقتی ایرانی نباشن هم که میتونن اینجور با ایران رفتار کنن. خب ببینید این وقتی اینقدر مسئله باز شده، من نمیدونم اینا اصلا آبرویی ندارن واقعا دیگه، هیچ قبلا ندارن. پس بگذارید اونها با بی آبرویهایشون رو زمین بگذاریم. بله توی این چاه بیفتیم ته نداره. بریم سراغ مردی مثل آریا برزن که اگر امروز ایران هست به آبرو و شرف خون اوست که بر فراز زاگرس ریخته شد تا امروز ایرانی باقی باشه. خب آقای دکتر این شما، این هم بینندگان ما، از آریا برزن برای ما بگید که بود، کجا به دنیا اومد، چه شد که به سرداری سپاه رسید.
قبلا بگم که آریوبرزن از تیره هخامنش نبود، ولی سردار هخامنشی بود. یعنی این که میگن شاهزاده هخامنشی بوده، این شایعه است؟ اصلا شاید نبوده، هیچ جور ندیده. حالا اگرم در جور بوده من ندیدم، ولی بودم اصلا مستند. من اصلا دقیقا گذشته شو الان میگم. در شهر پارسه، در اون منطقه پارس که جای تخت جمشید رو میگفتن شهر پارسه، در اونجا یه مردی زندگی میکرده به نام هرمز. البته چون معمولا آدم ها در اون زمان معروف که نباشن، شایع زیاد، بعضی از پدرش رو هرمز گذاشتن، بعضی ها اهورا گذاشتن، از این حرفا زیاد. مردی به نام هرمز زندگی میکرد. این مرد زمیندار و کشاورز دست و دلواز و مرفهی بوده، چندین زمین کشاورزی داشته، چندین رأس گاو و گوسفند داشته، در حدود 40-50 تا اسب داشته، وضع مالیش خوب بوده، زنم نداشته. یک شب خواب میبینه که جنگ بزرگی شده و در حال فراره، بر میگرده که حمله کنه به اونایی که بهش حمله کردن. حالا اون تازندگان در خواب معلوم نبوده کی بودن. وقتی حمله میکنه به اینها، یه تیری میخوره به این، تو خواب میبینه که تیری به سینه‌اش میخوره و این میفته. وقتی میفته یه بانوی، یک دختر خانوم میاد اینو بغلش میکنه، زخمش رو چیز کنه، اینا چش باز میکنه، زنی رو میبینه، این زن در خاطرش میمونه و بعد بر میگرده آسمون رو میبینه که از شهر پارسه پرچم هخامنشی رفته بالا، به اوج آسمان رسیده و قطرهای خون از این پرچم داره میچکه. این خوابیست که پدر آریوبرزن میبینه. بله، هرمز هنوز زن نگرفته، هنوز هیچی. بعد از مدتی با یه زن آشنا میشه، میگه میبینه عجیب، این زن شبیه همون که در خواب دید. با اون صحبت میکنه، با اون ازدواج میکنه، این خواب رو برای اون شهر میده. میگه من فردای اون روز خوابگزاران رو خواستم، خوابگزاران گفته بود احتمالاً همون زن همسرش رو خواهد شد و اون پرچمی که در خواب دیدی رفته بر آسمان نمودار فرزند توه که آبروی این کشور رو حفظ میکنه. و اون خون که میچکه؟ و اون خون، اون وقت خوابگزاران گفتن اون خون تعبیرهای زیادی در خواب داره، امیدواریم که اون خوب نشانه، اون خون نشانهای خوبی باشه برای شما، ولی اون تعبیرهاش زیاده. اینا رو بعدا برای زن شهر، برای همون که تازه ازدواج کرده بود. یک سال، یه سال نمیگذره، اینا فرزندی خداوند بهشون نمیده. خب به اون زمان میرن این ور اون ور پیش این، بازم پیش اون آدم، پیش این دکتر، پیش اون ماما. بالاخره یک شب احساس میکنه اون زن که باردار شده، میبرن دکتر نشون میدن و بر میگه بره بارداره. خوشحال میشن که دیگه بعد از دو سال و نیم دیگه فرزنددار شده. یه روز صبح این هرمز میره سر زمین های کشاورزیش، بعد فرنگیس، اسم مادر آریوبرزن فرنگیس بوده، در شکمش احساس درد میکنه، میفرسته دنبال ماما. ماما میاد و میبینن و میگن بله بچه داره میاد، و میفرستن دنبال هرمز. و هرمز هم اون خبر، اون کسی که خبر آورده بوده بهش جایزه میده و میاد خونه و بچه به دنیا میاد و پسر بوده. خبر بهش میدن پسره و اینا. و شب وقت که اون خدمتگزارا میره، میره پیش فرنگیز، میبوسدش و میگه پسره، میگه بله میدونم. میگه اسمش چی بذاریم؟ مادر میگه اسم این رو بذاریم آریوبرزن. میگه اسم خیلی قشنگه، اسم این رو میذارن آریوبرزن. این بچه خیلی بچه شیرین و باهوشی بوده، از 6-7 سالگی علاقش فقط شمشیر چوبی بوده و اسب چوبی، سوار اسب چوبی میشده، با شمشیرش چیز میکرده، دعوا میکرد. بعد 7-8 سالش که میشه، یه شب، یه روز بعد از ظهر پدرش که میاد، میبینه با همبازیاش داره باز
با همون شمشیر چوبی بازی میکنه، به پدرش میرسه، یعنی پدره می تو ایوون میمیره، صداش میزنه بغلش، میگه ببوزه، میگه بابا من یه اسب میخوام مثل اسب تو، یه شمشیرم میخوام مثل شمشیر تو آهنی. میگه فرزندم تو قدت کوچیکه، وزن اون شمشیر رو نمیتونی تحمل کنی، تو یه خود بزرگ شو، من این کارو میکنم. رفته رفته این بچه بزرگ میشه، میرسه به سن 15 16 سالگی، ولی خیلی درشت اندام بوده، به شبیه جوان 20 ساله بوده، در حالی که 16 سال بیشتر نبوده. و میگه میخوام برم عرصه نظام. میگه خیلی خوب، میفرستدش اونجا. درست در همین زمان چه کسی پادشاه هخامنشی است؟ اردشیر دوم. اردشیر دوم. دوم. این اینو یادم رفت بگم، خوب شد گفتی. به نام چیز اون هخامنشی بود اونجا. پادشاه کشور دیگه. اردشیر دوم. بعد این اردشیر دوم یه ولیعت هم داشت. ولیعتش هم خب بعدن میشه داریوش سوم، که حالا اونو میرسیم بهش. این میره اونجا اسم میرسه توی مدرسه نظام به اصطلاح خودشون. اتفاقا مسابقه تیراندازی میشه، اینم با شوق و ذوق تمام میره اسم میرسه در مسابقه تیراندازی که اردشیرش ولیعهد گذاشته بوده. جمعیت قلقله هر سال بوده. این هم میره و خب مردم اینا یه نوجوان تازه اومده و نه، و در سه مرحله این مسابقه انجام میشه. تو این سه مرحله هر دفعه بگرفتن امتیاز میدادن، این سه تا جمع میشده، اون وقت قهرمان معلومه. در هر سه مرحله اول میشه آریو برزن. آره، ولی در مرحله سوم که سخت‌تر بوده، یعنی دو مرحله که تمام میشه و قبل از سوم، خود شاه هم وارد میشه. شخص شاه اردشیر دوم وارد میشه و در بغل ولیعت میشینه و جمعیت زیاد تشویق میکنن. اینا مسابقه سوم که انجام میشه، میگن برای ستا این جوان 19 ساله اول شده و میخوانش و بهش جایزه میده. جایزش هم گویا یک اسب بوده، جایزه میدن و خب و شاه هم میبینه دشیر دیگه تا اون موقع. تموم میشه و مردم دیگه دست میزدن، هورا میکردن. قیافه این آدم یواش یواش تو ذهن مردم پارسه میمونه. یه چند ماهی میگذره، شاه میره شکار، اونم شکار سالانه میرفته. توی اون شکار سالانه که دعوت میکردن همه رو، اسم اینم می نویسن، اسم این قهرمان تیراندازی رو می نویسن دیگه. این عرش رو سیر کرده بوده که بله شاه به شکار بودن دیگه. بله، اصلا با شاه به شکار رفتن این ضربون مثلا نیست در فارسی. بله، زمان ناصر دیشاه اینا بود. بله، حتما در زمان پهلوی ها بوده دیگه. به هر حال بعد این چیز آریو برزن میره خودشو معرفی میکنه و میبرش در چیز رو اونجا جا بهش میدن. و خب اکثر ارتشی ها شناخته بودنش دیگه، خیلی هم جوان بوده. بعد شاه میاد چیز میکنه اینا، یه روز همتون که میاد این نگاه میکنه و میگه قیافت به نظرم آشناست. میگه بله قربان، نمیدونم. یه فکر، تو همون نیست قهرمان تیراندازی شدی؟ میگه آره. میگه اگر در این شکار بتونی یک هنرنمایی بکنی، یک کاری بکنی، یک نشون بدی خودتو از نظر شکار، من دستور میدم از استبل شاهی اصیل ترین اسب رو به تو کادو بدم. تعظیم میکنه، میگه امیدوارم بتونم. خلاصه شروع میشه و یکی دو روز تمرین بوده و اینا، و بعد حرکت چیز شاهی میگه آریو برزن به صورت منفرد با دو نفر همراه از بیراهه میره که یه راه یک شکار رو ببنده. ناگهان به یک گوره خری برمیخوره، خیلی زیبا، خیلی زیبا، که به یارانش میگه من اگه امروز در خدمت شاه نبودم این حیوان رو نمیکشتم، حیفم اومد.
ولی خب چون بناس امروز شکارهای خوب تعبیر بگیم، ناگوده تیری میندازه به کپله، این میخوره، این میخواد فرار کنه، نمیتونه، دومی و سومی رو خلاصه میگیرنش و میکشن، یعنی میبرنش به طرف اردوگاه. از اون هم شاه شکار میکرده، اون یکی شکار میکرده، اونا میان در همونجا غروب که میرسن به اونجا، اینا شکار خودشون میبردن. وقتی که همه متوجه میشن که آریوبرزن هم داره میاد و اونا شاه هم وایسته نگاه میکرده، آریوبرزن میبینه که یک گراز از پشت درخت جنگل داره میپره رو شاه، حمله میکنه به اردشیر دوم. این هم بیدرنگ چیزی به قهرمان تیراندازی بوده دیگه، میزنه صاف به پیشونی گراز و این گراز میفته. تا برمیگردن این میپره گراز میرسه و نیزه رو میزنه توی سینه گراز و گراز رو میکشه و جان شاه رو نجات میده. جان شاه رو که نجات میده، هورا و تشکیق و اینا. شاه همونجا اون جایزه رو به این میده، بهترین اسب استبل رو میده به این. و بعد به این گاب میگه، به این بچه، به این جوان بگید که سه روز دیگه بیاد کاخ شاهی کارش دارم. کاخ شاهی کجا بوده؟ شوش بوده. اونجا نبوده دیگه، در شوش بوده. بعد از چیز، بعد از خشایارشا، مرکز فرمان روایی هخامنشیان شهر شوش بود. اگه حالا یه روز دیگه در مورد خشایارشا یه روز دیگه صحبت شد، من میگم که خشایارشا تندیس بزرگی که از پدرش داریوش کبیر، داریوش داریوش اول داریوش بزرگ از بست آورده بودن، این در اونجا برپا کرد در شهر شوش. حالا این به پدرش میگه، شاه دعوت کرده، گفته که بیاد کاخ من سه روز دیگه بیاد اونجا. دیگه پدر مادر چقدر خوشحال میشن. اینو زمنا یادم رفت بگم که این 7 ساله بوده، دوباره مادرش باردار میشه، یعنی پدر مادرشون دارای فرزند دیگه میشه، دختری میزان، اسمش میذارن یوتاب. یوتاب یعنی درخشنده، با بسیار درخشنده. بعد این اصلا در فارسی یو داره به معنی بالا، خیلی بالا، تاب یعنی تابیدن، که این یو هم که در انگلیسی میاد اپر و یو میاد علاواتی، از همون فارسی گرفته شده، یعنی خیلی بالا، خیلی بالا. بله. این اسم اینو میذارن یوتو. این دختر بعد از 4-5 سال همون حالت پسر پیدا میکنه، شمشیر و چوب و فلان و اینا. ولی خب دیگه آریوبرزن رفته بوده توی مسیر ارتشی بودن و اینا و مورد توجه شاه قرار گرفت. میره به طرف شوش. به اونجا که میرسه، میره گارد محافظ اونجا رو میبینه، میگه که من میخوام فرماندار اینجا رو ببینم، فرماندار کل شهر کاخ شاهی رو. میگه از طرف کی اومده؟ میگه از طرف سپهسالار اومده. ورقش رو نشون میده و میبره پیش اون سپهسالار شوش. میگه جوون، قیافه تو آشناست به نظرم. میگه نمیدونم. نمیگه. اون یکی دیگه از افسرها میگه این همینه که برنده مسابقه تیراندازی شده. میگه اون پسرک آریوبرزن؟ میگن بله. میگه تا حالا اومدی اینجا؟ میگه نه، نیومدم. میگه چرا خودتو معرفی نکردی؟ میگه چی بگم، من معرفی داشتم که آوردم. خلاصه یارو میره پیش شاه، اون سپهسالار. شاه میگه که این جوان استعداد زیادی داره، ببرینش تعلیم سپاهی و سرداری بهش بدیم. اینو برای سرداری من میخوام، برای سپهسالاری، برای بالا. و 2.5 سال به این تعلیم بدید، تمام مسائلی که آموزش داده شد و شناخته شد و پذیرفته شد و قبول شد، اون رو به من معرفی کنید، من یه روز پروانه دیدار بهش میدم و بیاد ببینمش. میگن خیلی خوب. میرن شروع میکنن به تعلیم این. حدود 1 سال و 2 ماه میگذره، به جای 2.5 سال تمام مسائل مربوط به نظامیگری و سرداری و سپاهیگری و فرماندهی رو یاد میگیره.
گزارش میدن به شاه که قربان خیلی زودتر از اون یاد گرفته و نمره هاش بالاست اینا، یه وقت تعیین میکنن و میره پرویز. وقتی میره خب شاه یه نگاه پدرانه و مهربانانه به اون میکنه و میگه که من صورت چیزو که نگاه میکنم میبینم که تو خیلی خوب پیشرفت کردی اینا، من بلافاصله الان تو رو به عنوان جوانترین سردار سپاه هخامنشی معرفی میکنم، اما محل فرماندهی تو بعد تعیین میکنم، دستور میدم نشانها و مدالها رو همین الان بهت بدن و تو از فردا صبح سردار سپاه چیز هستی. بعد دستش بده رو شونش و فرمانش هم بهش میده و پادشاه هنوز اردشیر دوم از اونجا دیگه خوشحال میاد پیش پدرش، دیگه غرق سرور و شادی بوده و حالا دیگه چیز شده آقای یاریوبرده شده 20 ساله 19 سال 20 ساله نزدیک 23 سال. پدر مادر دیگه غرق شادی، شاه این تو تشویق کرده فلان کرده بیسار کرده، سردار جوانترین سردار هخامنشی و شاید دکتر جان به این دلیل که گفتن جوانترین سردار هخامنشی این لغت هخامنشی به اینم چسبیده وگرنه خودش هخامنش نی. بعد اولین حرفی که آریوبرده میزنه پدر میگه که یوتاب کجاست؟ حالا یوتاب خواهر 14 ساله شده بوده دیگه. مادرش میگه که آقای یوتاب. میگه چرا آقای یوتاب؟ میگه این اصلا شبیه زن نیست، عین مرده، از سواری و تیراندازی و فلان هم اصلا یه مرده. میگه الان کجاست؟ میگه دوست از دوستان پدرش که متخصص تیراندازی اینا بردن بهش آموزش تیراندازی میدن. در این زمین میان آریوبرزن نگاهش میکنه میگه یوتاب خیلی بزرگ شدی. پدرش میگه که 14 سالگی سن رشد دختر هست، بنابراین خب الان سن رشدشه و ازش سوالاتی میکنه آریوبرزن. در ضمن یوتاب هم میگه تو چه لباس قشنگی بهت میاد و سردار شدی و شنیدیم فلان و افتخاری و از این حرفا. میگه که بله من خوشبختانه شاه قسمتی از پادگان پارسه رو فرماندهی شده داده به من. پارسه همون مرکز یه قسمت از شاه چیزه از شو چیزه پرسپولیس پارس. و از تو میخوام که بعد از 3 سال بیای توی ارتش من، خود من تو سپاه من و اونجا به تعلیماتو بدیم و زیر نظر خود من باش. و بنام قبول میکن. پس از همینجا یوتاب هم در حقیقت خواهرش هم به جمع سپاهیان او میپیوند. بله اصلا بابا گفت این نظامی باید باشه این اصلا. تا اینکه میره چیز میره به کار خودشون شروع کنه. یکی 2 سال میگذره با اردشیر دوم میگذره میمیره. بعضی میگن در سن 94 سالگی، یکی 2 تا تاریخدان گفتن در سن 64 سالگی، ولی 94 سالگی درسته، برای اینکه اون تاریخی که گفتن از نظر مقایسه با تولد مسیح نشون میده که این 94 سالش بوده مرد. و داریوش سوم که در تاریخ به دارا معروفه میشه شاه. خب تا اینجا این رو داشته باش. حالا ببینیم که اصولا در یونان چه میگذره. در یونان فیلیپ پادشاه میشه، پدر چیز اسکندر. فیلیپ بعد از مدت سالی حمله میکنه به ایران، یکی 2 تا پیروزی هم به دست میاره. خب اینا اصولا نبوغ جنگی داشتن و نزدیک بوده که جنگ بزرگی رو بیاره در، چون میدونید قسمتی از یونان در، یعنی بین خاک ایران و یونان اون بسفوره دیگه من. که بخواسته بیاد تو خاک آسیا که حمله کنه یکی از سردارانش میکشدش. اینو نه جایی که ترکیه امروزیه. بله الان ترکیه امروزی است دیگه. این فیلیپ کشته میشه،
اسکندر من اون دفعه براتون توضیح دادم در زمان داریوش داشتم صحبت میکردم، داریوش تنها پادشاه با اون قدرتی بوده که خودشو فرزند خدا ندونست. ولی اسکندر خودشو فرزند خدا دونست. وقتی فریبون گفت خدا رو که نمیکشم، من فرزند خدا هستم، بنابراین فیلیپ پدر من نی افعی بوده اومده در ردخواه مادرم از این حرف. اسکندر داریوش سوم یا دارا در سال 336 تقریبا آغاز فرمان روایی اسکندر، اینم اینجا شاه میشه. همزمان با همزمان این دوتا رقیب با هم شاه میشه. اگه الان بود میگفتن که عوامل انگلیس این کار کردن، انگلیس اینا تنصیب کردن. بله خلاص اسکندر از آقا متعدد این توضیح من بدم، اسکندر مقدونی بود، ماکادونی بود، یونانی نبود. یونانی ها و ماکدونی ها از آغاز با همدیگه بشمن بودن. الان هم بدونی که جدا شدن، یک کشور جدا شد مقدونیه. بله این اومد اول یونان گرفت، تاریخ ساکته، همش حمله یونان به ایران. نه اسکندر مقدونی حمله کرد، خود میگن بعضی تاریخ مقدونی. مقدونی وقتی حمله میکنه به، یعنی اسکندر حمله میکنه به ایران و خود یونانی ها موافق نبودن با اسکندر، چاره نشتن، فرمانده بود دیگه. درست. تا اینکه میاد اول در جنگ ایسوس، بعد در جنگ گوگامل، به تدریج در اینا سپاهیان داریوش سوم، سپاهیان ایران با مهمیز و ساز و برگ مجهز و قشنگ و نشانهای طلا و اینا و چکمه ها و اینا بودن، مال یونانی ها نه، همه مقدونی ها همونطوری سپاهی واقعا جنگی بودن. این بود که در جنگ اینا نتونستن ایرانی ها جلو اینا مقاومت کنن، یعنی ارتش سنگین و سوار نظام سنگین او زمینگیر شد، ارتش بعد زمین. وقوع جنگ در چه ایامی از سال؟ تابستان، زمستان، چه فصلی است؟ چقدر طول می‌کشه؟ معمولا در زمان گذشته سعی می‌کردن پایان زمستان که آقا یعنی یه ما مونده به بهار این جنگ ها شروع شه. چرا اینو گفت؟ یعنی مثلا اون بارندگی ها هم در آغاز بگذرونن که هوا که خوب میشه بیان به سرما دیگه نخورن. خب منطقه فرق میکرد، بنابراین حساب اینا رو میکردن که از جای سردسیر تقریبا دیرتر شروع کنن تا برسن. درست. بعد میرسن به اسکندر میاد جلو. در جنگ گوگامل حمله میکنه اسکندر، عرابه شاه رو بگیره، عرابه دارا رو. مدافع عرابه شاهنشاه ایران برادر داریوش بود، برادر داریوش سوم. عجیب دفاع دلاورانه میکنه، اسبهای عرابه رم میکنن و موقعی که میرفتن از این بود عرابه وارونه بشه، ولی این برادر دفاع قریبی کرد، کشته زیاد در دور وریاش داد، خودش سخت برداشت، ولی اینو نجات داد و این رفت، شاه رو نجات داد، نجات داد. اسکندر دید تا اواخری هم که بود، ببینید یک کارای اسکندر کرده، من همیشه میگم تاریخ رو باید بی‌طرفانه چیز کرد. دو کار در همین جنگ کرد که از نظر تاریخ نویسا پوشیده نموند و موند. خوشبختانه به سیستم آخوندی امروز بر نخورد که بیان اینو چیز کنن اون بداشو درارن، این حقیقه تاریخ. یکی بسیار احترام گذاشت به این برادره، حتی در پیروزی هم که شد برادر این چیز رو خیلی احترام داشت، خیلی احترام. دو وقتی که شاه فرار کرد و رفت، یعنی کشوند خودشو از اونجا اومد تا همدان و تا اینجا ها، حرم سرای داریوش سوم اسیر شد.
داریوش سوم یه نامه نوشت. حالا ببینید ما آریوردن گشتیم کنارا داریم میایم نزدیک. آره البته وقتی نمونده ها 10 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر وقت نداریم. بله بله انقدر شیرین بود زمان خیلی زود گذشت. خب حالا میخواین این داستان حرم سرا رو تعریف کنید بعد برگردیم باریو برزن و جنگ. نه دیگه بعدش هم همونه دیگه. حالا داریوش سوم گفت آقا تا حالا هر چی گرفتی مال تو. از استانا. شما حرم سرا رو آزاد کن. میشیم قرارداد ببندیم از این به بعد اونجا مال شما بقیه مال ما. اسکندر میگه ما اومدم تخت جمشید رو بگیرم. من کار دیگه ندارم. و حرم سرا هم آزاد نکن. درست در همین زمان ملکه در اثر غم و غصه و هرچی بود دچار بیماری شد و هر کاری کردن خوب نشد مرد. اسکندر دستور داد یک تشییع جنازه عالی که خودش پیاده از محلی که جنازه را حرکت دادن تا گورستان پیاده پشت جنازه اومد و گریه میکرد که نتونست چرا اینو آزاد نکرد و بعد خاکش کرد. این خبر رسید به داریوش. داریوش دوباره اون پیشنهاد تکرار کرد که صلح کنیم. که صلح کنیم اون تیکه مال شما. باز اسکندر همون حرف قبلی داد. گفت اینایی که میگی مال تو مال منه. من تصرف کردم. برای چی مال تو چی رو میبخشی؟ خلاصه در نتیجه قرار شد که جنگ بعدی شروع بید. حالا اینجا قول مختلفه. بعضی میگن داریوش به طرف خراسان که چیز کنه. اسکندر چون منظور اسکندر تخت جمشید بود. علتش هم که میدونی چیه؟ علت یه کینه تاریخی بود. چون ایرانی ها سارد رو آتیش دادن. ببینید این بدعت بد رو با هم گذاشتن. اینا اون آتیش دادن، اونا بالاخره اومدن اینا آتیش دادن. سارد رو ایرانی آتیش دادن و ایرانی ها اونا اومدن طرف نمیشون. که اون داستان شال خواهیم بود. ما امروز آریو برزنه میدیم. اسکندر میرسه به پارس. یعنی نزدیک پارس میشه. شوش. این نزدیک پارس کجاست؟ یعنی شوش. این محل یاد. درگیری اون جنگ تاریخی؟ آها اون حالا ببینید اون خود شهر پارس است. خود شهر پارس. ولی باز جنگ تاریخی آریوبرزن نیست. نه همون جنگ آریوبرزن. الان میگم خدمت. وقتی میرسه اونجا اسکندر اصلا آریوبرزنی نمیشناخت. یست مردم میشناختن. حتی یه پسر آهنگر به باباش گفتش که بابا من میترسم این دشمن رسیده اینجا اینا. بابای میگه خب بعضی از این سردارا سستی کردن، بعضی از سپاهی سستی کردن، ولی ما در همین چیز در همین پارسه آدمایی مثل آریوبرزن داریم، امیدواریم که اینا بتونن کاری بکنن. اسکندر موقعی که میرسه آریوبرزن توی گفتم بخشی از این پارسه رو بخشی از این اشوش رو به دستور شاه قبلی داشت همدا فرمانده. این میاد در پایین حرکت میکنه میگه سپاه خودشو لمونتن اسمش بوده گویا یا همچی اسمی داشته اون رو میده به دست سردار خودش میگه که تو از این طریق چیز آریانا به نام بهبهان حالا شده بهبهان از اینجا بی برو به طرف پارس به طرف شهر پارسه من از بند پارس از دربند پارس که یه کوهه میرم به اون ور میرسیم دوباره فکر این کرده که اینور راحته خب سپاه صاحب داره قافل از اینکه اینجا یه شیر خوابیده تو این تنگه تو این به دربند فرماندهی با آریوبرزن این چیز به اصطلاح فرمانده قسمت جنوبی حرکت میکنه تمام این چیزها رو ور میداره این سپاهیان رو حرکت میکنه به طرف بار از اون ور آریوبرزن میفهمه که اسکندر رسیده به پارسه سپاهیان رو جمع میکنه میگه من تا امروز زیر فرمان کل بودم از امروز مستقلم ما اگه بخوایم منصر باشیم که از اون خرابه تو این جلسه یوتاب هم بوده یوتاب افسر شده بوده حالا دیگه تو این چیزا یوتاب بوده خودش بوده چند تا از سردارانش بودن میگه تو این جلسه الان من بهتون اجازه میدم هر کی دلش میخواد
از این برسه بره بیرون لباسو در بیاره، به نام آریو بازن من قول میدم هیچ کاری باش نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه ما 5000 پیاده داریم، 1500 تا سوار داریم، یه مقداری از کوه پیمایان و کوهزادان عشایر که در کوه بزرگ شدن، میهن پرستن، اینا به ما پیوستن، اینا رو داریم. ما هم با همین 4/5 ما میمیریم. من و خواهرم جز اون 4/5 ممکنه باشیم. بنابراین کسانی که نمیتونن بمونن برن، بعد خودش با خواهرش از سالن میان بیرون، میرن تو باغ، نیم ساعت بعد برمیگردن، میبینن حتی یه نفر نرفته بیرون. همه گفتن ما میمونیم، ما فرماندهی به شما داریم، میمونیم و میمونه. خب خیلی خوشحال میشه. میگه فرماندهی قسمت عشایر با پرهامه، اون فرماندهی میکنه. فرماندهی قسمت تا آن یه گروه هم بودن از جوانهایی که به پیوسته بودن به این آدم، فرمانده اون جوانهایی که پیوستن به این و هنوز درست چیز نیستن، با یوتابه و گروهی از سواران خود یوتاب، بقیه هم من فرماندهی میکنم. این حالا اسکندر خبر ندارسته، فکر میکنم راحت بیاد میره از این تنگه. فردا صبحش اسکندر را میفته، اسکندر را میفته، به محض اینکه از اون گردنه میاد بیرون، ناگهان سنگ های عظیم از کوه سرازیر میشه. قبلا اینا آماده کردن. در حدود یک سوم چیزای اسکندر کشته میشه. اسکندر روستایی نمیتونن این کارو بکنن. گروهی از نیزه دارانش رو جلو میفرسته، میگه شما برید. اینا میان جلو با شمشیرداران آریو بازن روبرو میشن، اونا رو تارمار میکنن. اسکندر عصبی میشه، خودش را میفته بیاد، میاد بالا و جنگ بزرگی در میگیره. خود آریو بازن شمشیر میزده، اسکندر یه متوجه میشه ولی دسترسی بهش پیدا نمیکنه. بعد میبینه نه، این کار شوخی عشایری نی، این نیست که دستور عقب نشینی میده. میاد دوباره در آغاز بند، در همون دامنه کو، از اون طرف خب اینا هم به کشته هاشو میرسن و بلافاصله اون زخمی ها رو دماوری میکنن و اسکندر دستور یک نشست بزرگ میده. بعد که بهش چیز میکنن میگه این ساده نیست، یه آدم، یه جوان من دیدم اونجا خیلی شمشیر زن قابلی بود، این رو من باید بدونم. که میگن که نمیدونیم، ما هم نمیدونیم، هیچ که نمیدونیم. اسکندر میگه ما نیرو زیاد داریم، ما دوباره حمله میکنیم، سه بار حمله میکنیم. این آدم ناگزیر همین سربازا رو داشته باشه، مگر اینکه یه راه پشت سر داشته باشه از اونجا نیرو بیاره. اون راه رو ما باید ببندیم. سردار بوده اسکندر، خشنگ وارد بوده مسئله، گفته همون کاری که ما در دانل کردیم اینجا باید بکن. میان بله، میگه خب بگید یه بلد پیدا کنید، این بلد رو بیارید، من باهاش صحبت کنم، به زیر نظر اون بلد اون راه رو من بدم، یه مقدار سردار بدم ببندن، بعد ما این دوتا رو اینجا له میکنیم، هرچی هم نیرو داشته باشن میکشیم. همین کار میکنن، میرن و یه نفر یونانی که در جنگ قبلی زر داروش دوم، اردشیر دوم، در جنگی که زمان هخامنشی ها شده بوده، اسیر شده بوده، اومده یه چپور شده بوده، خوابیده بوده، داشته تو عالم خودش بوده و اینا، اون شاگردش هم داشته میکنه، بیا میگن که برون دارن میان اینجا نگاه میکنه، میبینه اینا. بله چقدر بوده؟ 4 دقیقه آقای دکتر. خب این به اسکندر میگه این کارو باید بکنی، اینا میگه از تو، میگه از این رو باید بریم. فوری اسکندر یه گروه رو تعیین میکنه، یه آدمی رو میذاره به سرپرستی اون گروه و اون رو میفرسته به طرف اون برکه. اونا وارد اون مرحله میشن و میان از دامنه کوه که برن تا تنهای درخت و
سنگ و اینا انقدر بریزه نصف اینا رو میکشن، نصف ارتش برسن به اون بند، ولی میرسن به اسکندر خبر میدن، میگه این یونانی اون چیزه بلده یونانی بوده، یونانی قدیم بوده، میگه این کلا سر ما گذاشته، اینو پیداش کنی، اینو پیداش میکنن و میکشنش بلا فاصله. بگوی اینا میان از اون ور وارد بلندر چیز میشن، خبر میرسه به آریوبرزن، آریوبرزن دفاع جلو اسکندر میده دست خواهرش، خودش با اونا درگیر میشه، با اونا هم همینطوری اول یه مقدار سنگ و خود اینا میرزن اون داخل، بعد حمله میشه و اونا رو هم تار و مار میکنن و میکشن اصلا. اما از 5000 سوار آریوبرزن فقط 1000 تا مونده بوده، از 5000 تا پیاده و از سوارش هم 40 تا همه کشته شده. از اونجا را واز میشه دیگه، اسکندر میاد و زد و خوردی میکنه در روز و شب که میشه میاد به طرف اونور و سرازیر میشه و وارد میبینه نه جلوش هیچکی، میفهمه که شکست خودمون سر داره، وارد پارسه میشه از این طرف، از اونجا چیز آریوبرزن میره اون گوشه در یک شکاف کوهی و اینم میاد کنار دروازه. آریوبرزن هم شب بیاد نزدیک، شب که میاد دیدبانا میگه یه ما در تاریکی گروهی رو دیدیم اون گوشه ایستادن، این میگه همون شیطانه، آن در ضمن اسمش اون چیزه گفته بوده، اون بلده. میگه این همون آریوبرزنه. سحر حمله میکنه، چون فرمانده وقتی یکی باشه حواسش جمعه چیکار بوده، این میبینه اسکندر داره میاد، این هم آماده بوده دیگه، بیش از 40-50 تا دورورش نبوده، 1000 تا هم رسیده بودن، خسته و کوفته، جنگ شروع میشه. بلا فاصله اسکندر و آریوبرزن به هم دیگه حمله میکنه، همینطوری هر دو شمشیر گسسته بر رو هم میرسن، هر دو میخواستن اون اصلی رو بکشن کار رو تموم کنن، شمشیر اسکندر میخوره به شانه آریوبرزن و از شانه اینو جدا میکنه بازوشو، در نتیجه شمشیر از دست چیز بیفته، ولی قبل از افتادن میخوره به شانه اسکندر، زره اونو پاره میکنه و زخم بزرگی به شانه اسکندر میرسه که میگن تاریخ نویسا موقعی که میخواست چیز آتیش بزنه دست راستش بسته بوده و آریوبرزن زده بود. خلاصه دهنه اسب جدا میشه و دومی و سومی رو دیگه میریزن و میزننش، یوتاب میبینه فریاد زنون میاد حمله میکنه که به اسکندر زخم بزنه، میزنه به گردن اسب اسکندر، ولی پس چیز بر نمیاد، یوتاب هم میکشه. خلاصه در نزدیک زور که میشه هیچ کس حتی اسب های اینا زنده نبوده و جنگ تموم میشه. اما خاطره شون 2000 سال بعد هنوز جالب زنده. جالب اینه، یک دقیقه آقای دکتر. بله حواسم. یک جاندار در غروب اون روز، در غروب شامگاه زنده بالا سر آریوبرزن ایستاده بود و اون اسبش بود، همون اسب اصیلی که اسب اصیلی که شاه داده بود، تمام گیالش خونی، پیشونیش خونی، همه چی خونی، و این دلا شده بود جنازه آریوبرزن نگاه میکرده و بعد میفته و میمیره. از اون تا 10 سال 15 سال شبها روسایا میگفتن درست نصف شب صدای شیهه اسب آریوبرزن در کوه میپیچید و همه میگفتن اسب آریوبرزن زنده است، در حال که مرده بود، یعنی بوده این روح اسب آریوبرزنه و این صدای شیهه آریوبرزن ضرب المثل شده بود، صدای شیهه اسب آریوبرزن. این تنها سرداری بود که اسکندر رو شکست داد، 3 بار در بند شکست داد، در بند پارس. این ممنونم، من چیزی نمیتونم بگم، به پایان وقت برنامه‌مون رسیدیم. بله تموم شد. اما اونقدر آموختنی داشت و اونقدر میشه مقایسه کرد ابعاد این قضیه رو که فراموش داشته. سپاسگزارم دکتر ناصر انقطاع که وقت گذاشتید و با ما این ابرمرد ماندگار تاریخ ایران رو بررسی کرد. وقت خوش و خدا نگهدار.